بله بفرمایید. سلام علیکم. سلام خانم. صداتون خیلی ضعیفه، ممکنه بلندتر صحبت بکنید؟ بله حتما. الان بهتره؟ بله. من می‌خواستم نظر شما رو در رابطه با ایرانیایی که سالها اینجا موندن و نگاه اونا، رفتار اونا با بچه‌هایی که تازه میان از ایران میاد. می‌خواستم ببینم نظر شما چیه و آیا این به اصطلاح نتیجه‌ای که من خودم گرفتم آیا درسته یا نه. من به این نتیجه رسیدم که بچه‌هایی که ایرانیایی که سالها اینجا زندگی می‌کنن، وقتی با ماهایی که تازه میاییم از اون و یه جوری برخورد میکنن مثل ارتش بود با گماشته، یعنی روابط ارتشی ناسالمی که لااقل من نمیدونم حالا شد روابط ارتشی سالم من باشه، ولی من یه چنین شناختی از روابط ارتشی دارم. یعنی که میکنن تو هیچی نمیدونی و خب البته هم هیچی نمیدونی، ولی احتیاج به کمک داری، زبانت خوب نیست، با جا بیفتی، همه اینا درست، ولی نگاهی که رفتاری که با آدم ها میکنن، بین با اونایی که تازه نیا میکنن اینطوریه که همون حالت تحقیر داره. من مخواستم میرم آیا از نظر جامعه شناسی و نگاه انسانی که شما داریم به انسان ها آیا این درسته و یا من تو اشتباه هم. البته من بعد بهتون اگه دوست داشته باشین یه خلاصه میگم که چرا من به این نتیجه رسیدم. ببینید، بدون تردید وقتی که مردمی درباره یه چیزی میدانند، این داناییشون رو همین گونه آزاد و رایگان و از جانب دیگر بی منت و منفعت نمیدند. به همین جهت است که اگر شما دندان پزشک باشید یا وکیل باشید، حتی در مقابلش انتظار یه پرداختی رو دارید. نتیجتاً اگر فرض بفرمایید شما به این شهر تشریف آوردید و از من پرسش‌هایی کردید، حالا اصلا بدونی که من بدونم شما کی آمدید و متوجه شدم که شما غریبه هستید، من نقشی که به خودم میگیرم راهنما هست یا معلمه یا یه توصیه کننده است، مخصوصاً اگر ویژگی‌های روانی ما چنین باشه که بیشترمون هستیم. بنابراین من فرض کنید اگر رفتم به یه شهری یا کشوری که این کارو می‌کنم، به اون دوست میگم من در خدمت و اختیار تو هستم، تو تصمیم بگیر و انتخاب کن، و معلوم هست که او تصمیم میگیره و از اونجایی که ما درباره همه چیز نه گفتگو کردیم، نه او منو به درستی میشناسه، نه من او رو به درستی میشناسم، نه انتخابهای من رو میدونه، ای بسا برای این که خیلی جالب باشه منو میبره به یه جایی که اصلا برای من جالب نیست، و اگرم احتمالاً حرفی بزنم به نوعی کوشش میکنه که از انتخاب خودش دفاع کنه. یه حدی از این عادی است، یعنی مخصوصا اون زمانی که ماجرای زبان و فرهنگ و جزئیات مطرحه. برای شما میدونید اگر من پدر و مادری باشم که زبان رو ندونم و پسر من و دختر من رفته باشه مدرسه و زبان رو بدونه، من خیلی اعتبار حتی پدری و مادریم به هم میریزه. علتش این است که برای او شرط پدر و مادر بودن یا اصلا پدر و مادر یه موجودی است که بیش از من و بهتر از من میدونه و اگر ندونه گرفتاری است. بنابراین یه حداقلی از اون تقریبا به نظر من اجتناب ناپذیره. حالا یه افرادی از این استفاده میکنن و حتی خوشحالند برای اینکه این میل به دانش، ارائه دانش در بعضی از مردم بسیار قوی است، به طور که حتی شما میگید ناراحت نشو الان میبرم از این فریبه میرم اونجا و میرم اونجا و میرم اونجا، و به حساب خودش فکر میکنه با این آگاهی که در خصوص حتی حرکت داره به نوعی امتیازی بر شما داره. حالا اونور قضیه هم میتونه یه کسی باشه، شما رو عرض نمیکنم، که حساس باشه و اصولا در زندگیش قبول نخواهد بکنه که نمیدونه. چون تو کلامتون هم یه جمله‌ای بود که ما احتیاج داریم. میدونید بسیاری از ایرانی ها اصلا به دلیل ویژگی‌های فرهنگیمون وقتی وارد این مملکت میشن، اون زمانی که به مغازه میرن و در مغازه کسی میاد جلو و به اونها میگه میتونم کمکتون کنم، may I help you، من در آغاز خاطرم هست و در خصوص این موضوع از دوستان پرسیدم، یه جا میخورن، چون ما اصولا مردمی هستیم که برخی از اوقات به ما گفتن تو اصلا باید بی احتیاج و بی نیاز باشی، و اینی که از صفاتی است که البته هم غلط است هم بد، ولی بعض اوقات باورمون شده که اصلا آدم سالم آدم بی نیازه. و بنابراین من که آدم بی نیازی هستم، شما چطور به خودتون جرأت میدید من بگید که میتونم بهت کمک بکنم؟ اصلا تو کی هستی که من کمک بکنی؟ حالا اینو به این دلیل عرض میکنم که بعضی از ما متأسفانه حساسیتی از اون ور داریم. نتیجتا منی که
در این شهر 25-6 سال بودم، دلم میخواد به شما نشون بدم که میدونم و میفهمم و مخصوصا در اون مواردی که احتمالاً حق انتخاب هست یا اشتباه هست، من به شما میگم چنین بکن و چنان نکن، یا اینجا نخر، من میبرم یه جایی که بهتر میتونی بخری، یا این کارو نکن، نه این راهش نیست، یا این منطقه زندگی نکن، اصلا تو نمیفهمی اینجا چه خبره، باید بریم یه جای دیگه. و شما اگر یه کسی باشید که اصولاً به دلیل ویژگی‌های روانیتون دستور دادن و فرمان گرفتن و توصیه قبول کردن یه ذره براشون مشکل باشه، ما میتونیم سخت گرفتار بشیم، یه حداقلی از این هست. ولی من فکر نمی‌کنم این ماجرا در اون حد باشه، یه کسی که 20 سال اینجاست فکر کنه، کسی که 2 سال اومده مثلا عیب و ایرادی داره، من این تصور رو ندارم. اتفاقا عکسش ذره بیشتره و اون اینه که به دلیل ویژگی‌های فرهنگی و مسائل میهنی و مسائل مربوط به میهن پرستی، برخی از اوقات این ایده که یه عده ایرانی ول کردن کشورشون رو رفتن بیشتر بار منفی داره تا اونایی که آمدن. نمیخوام بگم این ایده درسته، این است که من فکر میکنم این دوگانگی رو میشه دید. حتی برخی از اوقات یه حرفی که به نظر من اینقدر غیر واقع بینانه است که حدی نداره که حالا فردای ایران مثلا یا هر زمان دیگه، اون وقت اون کسانی که رفتن معلوم خواهد شد یا چنین، چون اصلا خنده داره، یعنی اصلا مردم فکر نمی کنن که هرگز یه همچین دادگاهی به هیچ شکل و فرمی حتی در خانه کسی هم تشکیل نمیشه، چه رسه در محیط اجتماعی ببینن کی رفته کی آمده و کی کجا بوده کی کجا نبوده. درباره تخلف و اشتباه یا جرم و جنایت ماجرای دیگری است، ولی در خصوص فقط بود و نبود قصه دیگری است. من فکر می‌کنم بعضی از اوقات هم حساسیت‌های خود ما هم می‌تونه باشه و معلومه که اگر من بعداً بخوام در امریکا به یک کسی که 20 سال در امریکا بوده بگم تو نمی‌فهمی و نمی‌دونی و منی که یه سال اومدم می‌فهمم و می‌دونم، در اون زمینایی که مرتبط به شناخت این فرهنگ، این جامعه، زبان و رفتار، احتمالاً بیشتر بوی مقاومت و مخالفت داره و بنابراین اون آدم هم ممکنه دیگه حالا از این به بعد به سر جنگ با من در بیاد و حتی بخواد کوشش کنه بگه من در زمینای دیگه هم نمیفهمم. به علاوه بسیاری از اوقات گفت و شنودهایی که یه ایرانی که تازه آمده با یه ایرانی که در اینجا بوده درباره خوبی و بدی و درست و غلط موضوع هاست که معمولا هم خشم افراد رو برمی‌انگیزه، همچون این حرفا خیلی دقیق نیست. آدم ها اگر قصد همکاری و موافقت نداشته باشن کاملا میتونن به من شما حمله کنن، که مثلا فرض بفرمایید که شما وارد اینجا بشید، حتی نسبت به میوه های اینجا که طعم نداره حساس باشید، یا نسبت به مردمی که اینم آزادی شد این چه جور آزادیه، یا اینم برنامه تلویزیونی شد، یا اینم نوع زندگی شد، یا هرچی از این قبیل. به نظر من فکر میکنم بیشتر اینها یه موضوعی برای اختلاف پیدا شده. درست پس که الان شما مردم ایران رو جوی جمع کنید بحث بکنن راجع به مسائل سیاسی یا مذهبی یا فلسفی، خب اختلاف نظرها خودشون نشون میده. ولی اگر احتمالاً گفتگو درباره موسیقی باشه اختلاف کمتره، و اگر درباره رفتار عادی توی مهمونی باشه ما با هم مسئله ای نداریم. به نظر من در حالی که تشخیص شما تا حدودی درسته و این اجتناب ناپذیره و یه مقداریش رو میشه فهمید، ولی بعضی از ماها نسبت به این موضوع حساس تریم و یا با افرادی در ارتباط هستیم که اونا میخوان این آگاهی در خصوص زبان و فرهنگ و بودن در اینجا رو به عنوان یه امتیازی، نه یه تمایزی که فقط یه تفاوتی ما هم داریم، نه، من یه برتری بر شما دارم، به من و شما به نوعی بفروشن و یا ازش احتمالاً بهره برداری کنن. بنابراین من میتونم قبول کنم آدمایی هستن که اگر 20 سال در امریکا بودن فکر میکنن حتی به دیگران بعض وقت باید بگن چی کار بکنن، و افرادی هم هستن که اگر کسی با وجودی که تازه به اینجا اومدن مطالب واقعی رو میخوان خودشون حدس بزنن و یا به نوعی فکر میکنن بیشتر و بهتر میفهمن و در نتیجه اگر گفت و شنودی رو پیدا کنن میتونن طرف مقابل رو با یه نوع احساس بد و یا مخالفتی روبرو کنن که اصلا از اول تا آخر ضرورتی نداشته. ولی به هر حال ما نسبت به سرزمینمون، نسبت به بودنمون در یه جا، آگاهی زبانیمون، آگاهی فرهنگیمون معمولا یه حساسیت‌هایی داریم و مخصوصا وقتی که مسئله موافقت و مخالفت هست اینا میتونه دامن پیدا کنه یا دامنه بیشتری پیدا کنه و مسائلی رو به وجود بیاره. من در خدمتتون هستم. من در رابطه با این که به عنوان کسی که اگر صداتون رو بلند کنید سپاسگزار میشم. در رابطه با این که وقتی من وارد ما وارد ما به عنوان خانواده وارد اینجا شدیم، این که احتیاج به کمک داریم و این که اونایی که هستن حتما بهتر از ما میدونن راه و روش و طرز زندگی رو و همه اینا، ما حرفی نداشتیم.
بعد در یه سال اولی که ما اومدیم واقعا خیلی لطف به ما کردن، خیلی به ما رسیدن و به ما کمک دادن. و ولی این ماجرایی که من الان براتون میخوام صحبت کنم، صحبت سر یک سال پیش اتفاق افتاده و که یک سال میشد که ما اومده بودیم، یعنی الان ما دو سال حدودا اینجا هستیم. و اون به اصطلاح یه رفتاری با ما شد و ما این واقعا، یعنی الان که من به گذشته فکر میکنم که شاید من زیادی گذاشتم که به ما لطف بکنن و خود همین خاطره این لطفایی که با ما کردن یه ذره تصمیم گیری رو که من باید رابطه رو قطع کنم بر من یه ذره مشکل کرد، برای ما مشکل کرده بود. و اینجوری بود که یک مشکلی پیش اومد، یک به نظر من یک بی احترامی به ما شد. مثلا چی بود آخه؟ بی احترامی یعنی چی؟ خیلی دکتر، من بخوام اون مسئله رو بهتون بگم، خیلی اینجوری چه میدونم، خیلی خصوصی و خیلی آخه اگر موضوع مهم، نه ببینید عزیز، اگر موضوع مهمی نیست که موضوع مهمی نیست. آخه ببینید همینجاست چی گرفت. موضوع برای من هست، برای اینکه من بخوام تو رادیو بیان بکنم. خب چرا شما، آخه شما وقتی که بخوا، ببینید من که نمیتونم بگم من یه پولی گم کردم. بله. ولی مثلا 5 سنت بود. خب و من خیلی ناراحت شدم. موضوع کوچکی است از نظر دیگه برای من مهم. خب وقت من اشکال دارم. یعنی برخی از اوقات دقیقاً ماجرا همینجاست. یعنی علت این که، نه اینکه من علاقه‌ای به دانستنش داشته باشم، دلم میخواد این رو بدونید، یعنی دلم میخواد شما هر چی دلتون میخواد مطرح کنید، ولی من این ماجرای بی احترامی برام خیلی مسئله است. چون ماجرای بی احترامی یکی از خطرناکترین لغت‌های است که اصلا داره زندگی‌ها رو ویران میکنه، در حالی که اصل و اساس مسئله شاید خودش اصلا ویرانیه. یعنی این ماجرای احترام و بی احترامی اگر در جایگاه و پایگاه خودش قرار نگیره، میتونه اصلا زندگی ها رو برهم بریزه، روابط رو خراب کنه، و حالا اینکه هیچ کس کار بدی نکرده. یعنی اون مسئله ایست که من باش دارم. یعنی این اون چیزیست که، حالا چون به من بفرمایید کلیاتش رو، به هر حال اگر نمیخواید بفرمایید راجع به چه هست، فرض بر این که بی احترامی شده. حالا من به عنوان اون، یعنی به عنوان بی احترامی اون قبول داشتم، ولی شوهر من فکر میکرد که خیلی زیادی به ما بی احترامی شده و ما واکنش نشون دادیم که واکنش ما واکنش قشنگی نبود و اونها در جواب این دیگه حسابی واکنش های بسیار شدید نشون دادن که اونها دیگه خیلی واضح و روشن بود و به هر حال ما تصمیم گرفتیم که رابطه رو قطع کنیم. ولی بر رابطه رو که قطع کردیم، خب خیلی به ما فشار اومد، چون ما در یک به اصطلاح یک سال بود تازه اومده بودیم و خودتون میدونین واسه اینکه به پوزیشن خودمون برسیم نمیدونم چند مرحله امتحان باید داد، اینو بگیر اونو بگیر و از این جور ماجراها، یعنی خودمون هم همونطوری که میگین حساس بودیم و تحت فشار. اگر ما در شرایط برابر با اونا نبودیم از نظر بیشتر من میتونم بگم اقتصادی، در حالی که وقتی که در ایران بودیم سالها پیش همه با هم، همه در یه پوزیشن بودیم. آخه اینا چه ارتباطی به موضوع اختلاف؟ یعنی شما بدید خیلی نگاهتون توصیفیه. و بذارید یه کاری بکنیم، بذارید ما پیام ها اومده بشنویم، کوشش کنیم من خلاصش رو بگید، برای که برای من جالبه. علت چم این است که یه مسئله بسیار مهمی است، درسته که شاید کم اهمیت باشه، ولی این گرفتاری خانواده ها شده. بنده صبح تا غروب اینا آدم ها با هم اختلاف پیدا میکنن سر همین نوع استدلالایی که الان شما میفرمایید، و اجازه بدید یکی شاید حداقل بشکافیم ببینیم چه خبر است. ممنون میشم به نوعی یه ذره با جزئیات دقیق موضوع بگید، توصیفاتش نه که در ایران چه بودیم، ولی آنچه که اتفاق افتاد من در خدمتتون هستم. الو بفرمایید. بله لطفاً بفرمایید. من پرسیدم این است که واقعاً چه شد؟ اصلاً بذارید ماجرای بی احترامی اگر ممکنه من بفرمایید چه کردند؟ البته بلند. بله. ما با یه دو خانواده اینجا دوست بودیم که باز از قدیم میشناختیم هم دیگر رو، دوستی قدیمی بود بین ما و من یک دوست دیگرم هم که باز در زمان دانشگاه با هم بودیم، اونا در یه ایالت دیگه زندگی میکردن، با اینا آشنا شدن و با هم تصمیم گرفتن یه کاری انجام بدن. و در حالی که ما با هر دو خانواده بسیار رابطه نزدیک داشتیم، آقای دکتر، در مورد هر چیزی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر
از هر نظر با هم یک رابطه بسیار نزدیکی همه روزه‌ای داشتیم، بدون اینکه ما رو به اصطلاح به ما بگن اصلا. و فکر نکنیم که مثلا ما اینجا زینف می‌شدیم یا ما میتونستیم هیچی. ما فقط به عنوان اینکه میباید، یعنی باز با اون فرهنگی که ما داریم، من نمیدونم شاید واقعا غلط باشه، ما فکر می‌کنیم که وقتی که ما در مورد اینکه خب حالا بچه دیروز مدرسه چی کار کرد یا مثلا هر چیز کوچیکی با هم صحبت میکردیم، ما فکر میکردیم که میباید اینو به ما میگفتن که راستی ما هم قراره مثلا یه چنین کاری با هم بکنیم. به اسم این بی‌احترامی به شماست؟ یعنی واقعا شما به احترام مرتبط میکنید که من اگر 4 نفر دوستیم و شما حتی من رو به اون دوست معرفی کردیم، ما بعد تصمیم گرفتیم یه بیزینسی با هم داشته باشیم، اول باید بیام به شما بگم؟ آخه من نمیخوام که به ما بگن که ما میخوایم مثلا اصلا شما اصلا آخه چرا شما فکر کنید که شما حقی دارید در این زمینه که اون بهتر. من به عنوان رابطه‌ای که در مورد هر چیزی صحبت میشه، من اصلا همچی هر چیزی از نبوده سر بخونم. شما رابطه زناشوییتون رو با اینا در میون میذاشتید؟ خب آخه به همین چی هست هرچی پس چی؟ و به علاوه مردم برخی از اوقات دلشون میخواد چیزی رو به کسی نگن، و بعدم اونش اسمشو بسید بی احترامی. و از همه اونا گذشته، شمایی که معتقدید همه با هم دوست بودید و اونا دوست بودن و همه چیز رو به هم میگفتید، فکر کنید چرا اونا به شما نگفتن؟ همین بس مسئله. نه یعنی چی همین که عجیبه، وقتی برای من سواله که من بر مبنای سوال که جنگ رو نمیندازم. من اگر یه چیزی رو نفهمم میرم کوشش میکنم بفهمم، میرم بهش میگم که من فکر کردم شما دو نفری که میخواستید بیزینس درست بکنید احتمالاً به ما میگفتید، ما هم خوشحال میکردی، چرا نگفتید؟ البته به یکی از اینا بله گفتم، گفتم ما تیپمون اینه، ما نمیگیم تموش. ما در با بیزینس یه چنین چیزی نداریم. معلومه ممکنه تو بین شما هم یکی از پسرها با دختری کسی دوست میشه، اصلا من پنهانش میکنم. بله میشه. خب این که اصلا کسی نیست که آدم اذیت کنه. مسائل بعدیش نه آخه سب کنید، آخه مسائل اولیه رو تیر شما انداختید اول. بله ما انداختیم درست. نه ببینید، من یه چیزی میخوام به شما بگم، اتفاقا چون یه اشاره به ماجرای فرهنگ کردید، قصه راست میگید، حرفتون درسته، ما در یه فرهنگی زندگی میکنیم که اصلا ما هویت و فردیتی به اون صورت که باید داشته باشیم نداریم. ما آدم های مجزایی نیستیم، ما آدم های چسبیده ایم، ما هممون به هم چسبیدیم. ببخشید این حرف بد رو میذارم، بسیار برای که اذیت شدم، حالا به ذهنم اومد این دو دختر 29 ساله‌ای که به هم چسبیده بودن. ما اینجوری زندگی میخوایم بکنیم و فکر میکنیم زندگی درست اینه که تو هر جا هستی منم هستم، من از هر چی هم باید خبر داشته باشم، و حالی که این دوتا هم به این نتیجه رسیدن بهتره جدا بشن. یعنی مسئله‌ای که در دنیای امروز هست، ما دیگه به صورت گذشته‌ای که بیرون بد بوده و باید به هم بچسبیم و این تنها راه زنده ماندن و احتمالاً خوش بودنه نیست. امروز مردم حرکت میکنن، بنابراین آدم ها نمیخوان به من بگن نگم. یعنی من اصلا، من حتی در خصوص بچه هام حتی دلم نمیخواد بدونم، با وجودی که حتی در مورد کاریست که اگر بد شد تازه علتاره که بزرگ شدن. اون زمانی که کوچک بودم مسئولیتش اصلا با من بود، یعنی من بودم که با جوابگو باشم، هم نمیخواستم بدونم. ببینید تو این گونه موارد که اصلا چه اهمیتی داره، و به همین جهت است که شما برای خودتون یه حق و حقوقی رو قائل هستید و یه نوع ارتباطی رو که در دنیای امروز اصلا به ماجرای ایرانی و امریکاییش هم ارتباط نداره اصلا پذیرفته نیست. یعنی امروز زن و شوهرم قراره یه فضای تنفسی جدا داشته باشن، نه بر علیه هم، ولی من و شما در دنیای ذهنمون آزادیم، من و شما در بیان عقایدمون آزادیم، شما و همسرتون میتونید حتی در دو جهت مختلف سیاسی مذهبی عقیده و نظر داشته باشید، ولی انتظاری که شما الان بر اساس آنچه که فرمودید دارید این است که چون ما محبت داریم و حسن نیت داریم، پس بنابراین اونا هم باید به ما میگفتن، موجب شادی ما هم میشد. ای بسا حتی اشتباه کردن در نگفتن به شما، اما شما حقی براش نخواهید داشت. نه من با شما هم عقیده هستم، و من اینو به عنوان مثلا گفتم خب حالا یه بی‌احترامی کوچیک، ولی شوهرم واکنش نشون داد، ولی بعد واکنشای اون نه بازم به عرضم توجه کنید، چرا بی‌احترامی؟ ببینید باز میدونید شما باز دارید کجا می این لغت احترامه، چرا؟ آیا احترام عبارت از این است که من چیزی رو که به من مربوطه به شما بگم؟ آیا احترام عبارت از این است که شما یه چیزی رو درباره من بدونید که به شما مربوط نیست یا اصلا قرار نیست باشه، و یا من دلم نمیخواد به کسی بگم؟
چرا به مسئله احترام مرتبطه. احترام، شما میدونید در حقیقت مفهوم احترام تو عبارت از این است که ما بزرگتری بودیم که باید از ما اجازه میگرفتن. نه خیلی. چرا؟ نظری ندارم ولی آخه مفهوم احترام اینه، چون این اصلا ریشه احترام در زمینه بد و منفیش متأسفانه مسئله بزرگی و کوچکیه، مسئله آگاه و نادانه. ببین مفهوم احترام اون چیزی که من میگم، من هر چی پدرم میگه به احترام او هیچ بهش نمیگم، هر چی مادرم گفت به احترام او، وقتی هم که غلطه میگم چشم. مفهوم احترام یه مفهوم جان لغت من فکر می‌کنم، نه با لغت، نه اصلا من با لغت احترام خیلی میونه خوبی ندارم، حتی با وقتی خوب باش برخورد میکنی، نه اینکه آداب و ادب رو نمیفهمم. من به حرمت باور دارم، یعنی یه پدیده دو طرفه. ببینید دقیقاً نه بذار من اینجا برای شما مسئله روشن کنم. ببینید سر بخونم، ماجرای احترام ماجرای یه فریب بزرگ تاریخی است. روزی که سوداگران زر و زور و زر خواستن قدرت رو اعمال کنند و من و شما رو برده و بنده کنند، و بعدم دیدن که نه، با برده و بندگی هم ما ممکنه طغیان کنیم، خواستن ما رو بره کنند. یعنی من اصلا بپذیرم این وضعیت رو که این قدرت رو من میپذیرم، این مقام رو میپذیرم، این کسی که برای من تصمیم بگیره رو میپذیرم، این کسی که میفهمه و من نمیفهمم رو میپذیرم، این کسی که خوبه و من بدم رو میپذیرم. متاسفانه ولمون نکردن، یعنی گفتن ما خوبیم تو بدی، ما عاقلیم تو نادانی، ما خبر داریم تو بیخبری، ما آگاهیم تو جاهل و نادانی. یعنی راهامون نکردن، اصلا تو حق انتخاب نداری، ما برات انتخاب میکنیم، ما برات تصمیم میگیریم، که اینو متاسفانه بعدن تو سیستم خانواده هم آوردیم که یه جای گرچه درست بود ولی ازش یه چیز عجیب و غریبی ساختیم. روزی که خواستن این قدرت رو نهادینه کنن که از پایین باشه که خطر اونها رو تهدید نکنه، اومدن دو تا لغت درست کردن، یکی احترام بود یکی اطاعت، ریسپکت و اوبیدینس. ریسپکت رو گذاشتن، گفتن تو باید احترام بذاری، تو باید به این آدم احترام بذاری، تو باید به سن بالاش احترام بذاری، تو به ریش سفیدش باید احترام بگذاری. هیچ اشکالی در جهت ارتباط انسانی نیست، بعدن بهش میرسم، ولی این مسئله تبدیل شد به یه نوع بردگی و بندگی. یعنی قدرت رو از این طریق نهادینه کردن، اینستیتوشنالایز کردن، آوردن تو خونه، آوردن تو زندگی، آوردن تو مغز من گذاشتن، بنابراین من حالا دیگه نفهمم، نادانم، عقلم نمیرسه و باید احترام بذارم و اطاعت کنم که به دنبال شما. دومم اطاعت، اصلا تو چرا برای چی می‌پرسی؟ تو عمل کن، به تو میگیم بکن. یعنی یه فرمانه و ما فرمانده ایم و تو هم فرمان بردار. این مفهوم احترام و اطاعت برای موجه جلوه دادن قدرت تو سیستما پیدا شد. اما من و شما در قرن اخیر و عصر جدید با یه مفهوم دیگر انسانی روبرو هستیم که اسمش حرمته. لغت حرمت که از لغت حرم و حریم و محرم و محرم و احرام و همه میاد، اولش یه باری از تقدس داره. تو مقدسی، تو قدیسی، همونطور که من هستم. مایه مذهبیش هم پشتش هست، برای که شما اگر یه باور مذهبی دارید، این تفاوتی که انسان با بقیه موجودات داره برای که این حامل و حاوی روح الهی است که خدا درش دمیده. پس این طرف قضیه است. دوم این که این حرمت معناش این است که من یه حرمی دارم، یه حریمی دارم، شما اونجایید و من اینجا، یعنی میپذیره فردیت منو، ایندیویدوالیتی من رو. بنابراین با خودش این لغت حرمت علاوه بر اون تقدس، معناش اون پوست روانی است که پوست شما، بدن شما رو پوشانده و هر چی که مال شماست، قلبتون، معده شما، کبد و کلیه شما از آن شماست، همونطور که مال من مال منه. پس بنابراین دومین مشخصه این حرمت این است که این سایکولوژیکال اسکین، این پوست روانی رو میپذه. سوم، برابری رو قبول میکنه، ما با هم برابریم. یعنی مفهوم برابری من با شما این هست که شما نه از من بهترید نه از من بدترید، نه از من بالاترید نه از من پایینترید، ما انسانیم و تمام شده رفت. این انسانیتی که اصل و اساسه، بنابراین با خودش برابری میاره دیگه. من قرار نیست به شما سلام کنم، قرارشو میتونی بذاری، نکردم. مهم اینه که من در ذهنم و دلم راجع به شما چه احساسی دارم. بنابراین برابری رو با خودش میاره. این برابری است که من و شما اجازه برادری میده. بدون این برابری، برادری یه شعاره، و این برابری و برادری است که به من و شما اجازه بردباری، یعنی تولرنس و تحمل رو میده. یعنی میپذیریم آدم ها مختلف و متفاوتن، درست مانند گل های مختلفن، درست مانند درخت های متفاوتی باغن. دیگه قرار نیست هممون عین هم باشیم و به یه صورت حرکت کنیم و برگ یکسان و حتی میوه یکسان یا گل یکسان داشته باشیم، اون که اصلا باعث کسالت است و احتمالا گرفتاری.
پس مسئله حرمته تا اینجا میرسه و بعدم من خوبم و تو هم خوبی. یعنی مفهوم حرمته یه نگاه دیگری است. اون که مفهوم احترامه از اولش اینه که تو بدی من خوبم، تو نادانی من دانام، تو فرمان برداری من فرماندهم، من حق دارم تو نداری. ما در مفهوم احترام من نمیتونم راجع به زندگی خودم تصمیم میگیرم، پدرم باید بگیره. و اون که پدر من نه تنها برای خودش میگیره، برای مادر منم میگیره، برای منم میگیره. خب این مفاهیم به هم ریخته. به همین جهت است که مسئله احترامی که شما بهش فکر دقیقاً ریشه متاسفانه در این دخالت داره، در این امتیاز و برتری داره. شما حتی به مطالبی که فرمودید توجه بفرمایید، تقریبا نه این که فرمودید، ولی میشه این رو ازش استنباط کرد که چون ما اینا رو به هم معرفی کردیم و هر دوی دوستان قدیم ما هستن و در ایران ما با هم برابر بودیم، حالا اینجا اینا یک ذره وضعشون از ما بهتره، اصلا اینا رو بذارید کنار، برابری ما رو قبول کنید و چون ما معرفی کردیم مثلا ما یه امتیازی داریم. نه باور بفرمایید، باور بفرمایید، حالا میتونم باور نکنید. حتما نمی‌کنم. به سرکار خانم چرا؟ چرا براتون پس مهمه که ما اینا رو به هم معرفی کردیم؟ یعنی حرفتون است که ما با اینا دوست بودیم، با اونا دوست بودیم، ما اینا رو دوست کردیم. نه. پس اگر اونا میخوان به هم نزدیک بشن، ما باید در جریان باشیم. یک، اونا دوستیشون باید اهمیتش کمتر از دوستی ما با هر کدوم از اونا باشه. اصلا اگر بتونی استنباط می‌کنین، خب میتونین از حرفای من بعد حرف زدم، ولی اصلا شما بعد حرف بزنید. ببینید سرکار خانم، اینو همه بچه‌ها دارن. این من اینو از شما، از دهن صد نفر، حتی رو همین خط رادیو حداقل 5 تا 10 نفر دیگه همین استدلالشون بوده که ما اینا رو با هم آشنا کردیم. حتی شما نگاه کنید، شما خودتون این استدلال رو نشنیدید که این دختر رو من خودم برای پسرم انتخاب کردم، حالا ببین با من چه میکنه. زیاد شنیدم. خب بس ببینید، یعنی ما برای خودمون یه امتیازی رو قائلیم که اصلا به نظر من نیست. اینکه مادری یا پدری رفته برای پسرش و دختری زن و یا شوهر پیدا کرده که معناش عبارت از این نیست نه، یه روزی تو انتخاب کردی، او رو خوب میدونستی، فکر کردی در خدمت و اختیارته، حالا اومده با پسر و دختر تو ازدواج کرده، با هم اختلاف دارید، با هم تفاوت دارید، احتمالاً اونگونه که تو میخوای عمل نمیکنه، ولی هیچ ارتباطی به انتخاب تو نداره. ما به همین جهت است که یه حقوقی رو برای خودمون قائل میشیم که به نظر من نه درسته و نه دیگران میدن و معلومه من شما گرفتاری شید. بنابراین به نظر من نه شما و نه همسرتون در این باره نباید اصلا فرض بر این است که برفرض که شما دلتون میخواست بدونید، من دلم میخواست، برفرض که اصلا درست بود اونا به ما میگفتن که نکردن، ای بسا با گفتنش ما رو چقدر خوشحال و شاد میکردن و ما هم شاد میتونستیم بهشون کمک کنیم که نکردن، ولی انتخاب اوناست و مسئله اینقدر جزئی است که به نظر من هیچ اهمیتی نداره اونا چه کردن. حالا اگر شما نگران این مسئله میشید، یه قصه دیگری است و اینجا نشون دهنده دو چیزه. یکی نشون دهنده است که این روابط اونقدرم که شما میفرمایید صمیمانه و خوب نبود، چون اگر بود اهمیت نمی‌داشت. اگر قرار باشه من یه خونه‌ای داشته باشم که فقط یه باد 10 مایل بهش بخوره بریزه، که منو به خونه نیست. دوم نشون دهنده این هست که یه چیزایی برای من مهمه و من یه حساسیتایی دارم، یعنی من یه آلرژی روانی دارم نسبت به یه چیزایی و اونو باید مواظب بود. یعنی یک کسی که بدنش واکنش نشون میده وقتی یه ذره غباری میره به گلوش و شروع کنه سرفه کردن و عطسه کردن و فرض کنین آب ریزش داره، علتش این است که بدنش اون ذره رو به عنوان جرم خارجی خطرناک دیده و بهش حمله کرده. واقعیت مسئله این است که بسیار از چیزایی که من و شما تو زندگیمون بهش حمله میکنیم مثلا خطرناک نیستن. من مطلقاً برام اهمیت نداره که عزیزترین عزیزان و نزدیکانم دیشب با هم بودن اصلا به من نگفتن یا تا یه ماه بعد میفهمم. اصلا به من چه ارتباطی داره؟ یعنی چون اینا اصلا مهم نیستن و بلو بر علیه من نیستن. اگرم بر علیه من بودن دلایلی داشتن. یعنی آدمایی هستن که برای خود و مخصوصا وقتی که انگیزه شون نیست که به من آسیب بزنن، هدفشون این نیست که منو به نوعی تحقیر کنن که اصلا جایی نداره. اگر شما من میگید نه از این طریق قصدشون این بود که ما رو خفیف کنند و آسیب بزنن، خب وقت در خصوص این دوستی باید سوال کرد و بعدم این چه نوع آسیبه؟ واقعا یه کسی آمده گفته فوتت میکنم تا بمیری، خب من با فوت هیچ کس نمیمیرم. خب بذار اون فوتشو بکنه، دلش هم خوش باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنام کنم.